شما همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و خبرنگار برنامه این روز و این ساعت ما. یادآوری کنم که میهمانان این برنامه نظرها و دیدگاه‌های شخصی خودشون رو ارائه میدند که لزوماً نظرات جامعه بهائی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی‌کنند. خبرنگار خب حتما اطلاع دارید که روز 8 مارس یعنی 2 روز دیگه در تقویم سازمان ملل روز جهانی زن نام گرفته. این مناسبت در سال 1977 میلادی به منظور گرامی داشت دستاوردهای زنان در سراسر جهان در مجمع سازمان ملل به تصویب رسید. اما پیشینه تلاش‌های زنان برای برابری، عدالت و حقوق انسانی به بیش از 1.5 قرن قبل از آن روز برمی‌گردد. قیام طاهره قرة العین در ایران و جنبش‌های زنان در آمریکای شمالی در نیمه قرن 19 آغاز شدند. جنبش‌هایی که تا قلب اروپا، روسیه و نیوزیلند هم گسترش یافتند. امروزه علی‌رغم همه موفقیت‌های زنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، جامعه جهانی همچنان با موزل نابرابری جنسیتی در سطوح مختلف اجتماع، خشونت علیه زنان و فقدان فرصت‌های برابر برای پیشرفت و مشارکت زنان روبروست. آگاهی عمومی و بیداری وجدان جمعی نسبت به این نابرابری و حمایت از تلاش‌های زنان در راستای تحقق برابری از دیگر اهداف سازمان ملل برای این روز جهانی است. روز جهانی زن موضوع گفتگوی امروز ماست. نوشین آگاهی هستم، به همه شما دوستان و دوستداران خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. در خبرنگار امروز خانم لیلی پورزند، کارشناس ارشد امور زنان و یکی از 3 زن ایرانی تبار در فهرست زنان قدرتمند کانادا در سال 2023 میلادی میهمان ما هستند و با ما در مورد روز جهانی زن گفتگو می کنند. پس همچنان همراه بمونید تا لحظاتی دیگر به خانم لیلی پورزند خوش آمد می گیم و گفتگوی امروز رو آغاز می کنیم. خانم لیلی پورزند، درود بر شما، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید و ممنونم از این که در این فرصت کوتاه وقتتون رو به ما دادید. با سلام خدمت شما و همه عزیزان شنونده و ممنون از این که من رو دعوت کردید و خوشحالم که چند دقیقه رو در خدمتتون باشم. خیلی ممنون. خانم پورزند، همونطور که میدونید در آستانه روز جهانی زن هستیم. اجازه بدین با این پرسش آغاز کنم که این روز برای شما شخصاً چه مفاهیم و ارزش‌هایی رو تداعی می‌کنه؟ من اگر بخوام از جنبه کاملا شخصی نگاش کنم، خب همه ما در طول مسیر زندگی به نوعی به اصطلاح انواع مختلف خودمون رو معرفی می‌کنیم. یه وقت فرزند هستیم، خواهر هستیم، مادر هستیم، کارمند هستیم. من روزی داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که کدوم وجه زندگی من هست که هیچ وقت تغییر نکرده در معرفی، یعنی همواره من خودم رو با اون مشخصه معرفی کردم و اون زن بودنم هست. در واقع من چه مادر باشم چه نباشم، چه زن هستم، چه مهاجر باشم چه نباشم، من یک زن هستم. چه کارمند باشم یا خانه‌دار، یک زن هستم. چه در مقام فرزندی باشم یا نباشم، بازم یک زن هستم. بنابراین برای من به شخصه یک مشخصه لاینفک شخصیتم بوده. حالا در مقاطع مختلف زندگی خب هم پوشانی‌های دیگه‌ای طبیعتاً بهش اضافه میشه یا کم میشه. در مورد شخص من بیشترین همپوشانی که با این مشخصه فردی که زن بودن هست برای من وجود داره مهاجر بودن هست. من یک زن مهاجرم. در واقع این زن مهاجر بودن تمام جنبه‌های زندگی من رو از نظر شخصی، اجتماعی، کاری، سیاسی، فرهنگی
اقتصادی از هر نظر من رو شکل داده یا مجبور شدم خودم رو شکل بدم بر مبناش. بنابراین من فکر کنم مفهوم زن بودن بسیار مقدس هست برام، اولا به خاطر اینکه جزء لاینفک زندگی من بوده و با افتخار، دوما اینکه من کارم با زنان هستش، من به انتخاب کارم رو جوری انتخاب کردم، حرفم رو و تحصیلاتم رو، که همواره این شانس رو داشتم که با زنان مختلف از جوامع مختلف با پیشینه های مختلف کار کنم. یک چیز دیگه که آموختم در مورد زن بودن اینه که ما در عین همه تفاوت هامون داستان های مشترک داریم و اون داستان های مشترک هستش که ما رو به هم در واقع مثل یک بدنه سیمرغ یه جوری نگه داشته. حالا مهم نیست از کجای دنیا باشیم، چه دینی داشته باشیم، چه اعتقادی داشته باشیم، حتی چه سنی باشیم. و بعد که نگاه میکردم باز عمیق‌تر، خب یکی از کارهای مطالعاتی که میکردم این بود که خب صدای زنها و نقش زنها توی تاریخ به صورت مدون بسیار کم وجود داره، چرا که تاریخ رو مردها نوشتن و خب تأثیرات خاص زنانه و زن بودن و زنان طول تاریخ صداشون کم هستش در تاریخ مدون. ولی از اون بر که نگاه میکنیم روایت های زنان هیچ وقت از بین نرفته و همون چیزی که ما میگیم بهش مادر بزرگ ها سینه به سینه داستان زندگی زنان رو به فرزندانشون، به نوه هاشون، به نسل بعد منتقل کردن. بنابراین میخوام که این سوال رو اینجوری جمع کنم که زن بودن برای من از چندین جهت مهم هست، برای خودم و برای اینکه فکر میکنم یکی از عناصر این بدنه بزرگ در واقع داستان مشترک زنان تاریخ هستم که روایت هامون رو باید هر جوری شده بتونیم زنده نگه داریم و به نسل بعد منتقل کنیم. خب شکی نیست که با وجود همه موانعی که بر سر راه بوده، در حدود دو قرن اخیر ما شاهد تلاش‌ها و جنبش‌های زنان برای برابری و عدالت بودیم، تلاش‌ها و فداکاری‌هایی که همچنان هم ادامه دارند. اما علی‌رغم همه دستاوردهای چشمگیر زنان، همونطور که شما هم اشاره کردید و البته باید بگم شما خودتون یکی از نمونه‌های درخشان زنان موفق و پیشرو هستید، موزل نابرابری در سطح جهانی همچنان گریبانگیر جوامع انسانی است. به عقیده شما چرا؟ ببینید، من فکر کنم باز ما تاریخی بهش نگاه کنیم. ما صحبت یک تاریخ رو داریم میکنیم، یک اصطلاحی که در واقع فرهنگ ما خودمون به فارسی ما استفاده میکنیم، که همیشه ما میگیم که مسائل زنان چهاردیواری اختیاری در واقع، یعنی در طول تاریخ، حالا این مختص فقط فرهنگ ما ایران، تاریخ ما نمیشه، بسیار جهان شمول هستش، که زنان کنترل شده، بدنشون، تفکرشون، توانایی هاشون، و به دلیل و همش هم دلایل تاریخی داره. خب به دلیل توان زایشی که زنها دارن در طول تاریخ، خب در واقع مجبور شدن یا انتخاب کردن، به هر حال باید نسل بعد رو مراقبت میکردن و اون از حرکتشون جلوگیری کرده در طول تاریخ. یعنی مردها میرفتن حالا روی زمین کشاورزی کار میکردن یا شکار میرفتن، خب طبیعتا زنها شدن مدلی که در واقع اون خانواده رو محافظت کنن. ولی معنیش این نبوده که بازدهی حتی اقتصادی نداشتن، در همون سیستم سنتی تاریخی هم اونها در واقع دام و نگه می داشتن، در واقع می بافتن، می دوختن، همواره بازدهی اقتصادی هم داشتن. ولی وقتی که جوامع تغییر کردن به جوامع مدرن، این فرزندداری تبدیل شده به خانه نشینی، خانه ای که دیگه بازدهی اقتصادی نداره، چون مواد در واقع مصرفی در بیرون از خانه با سرمایه و پول قابل خریداری هستش. بنابراین زنها محدود شدن نه فقط به خانه، بلکه اون بازدهی اقتصادیشون هم دیگه
شکل بیمفهوم شده در بسیاری از جوامعی که حالا شروع کردن مدرن شدن. خب طول کشیده، طول کشیده و در طول تاریخ باز ما میبینیم که به قول شما از دو قرن گذشته خب فعالیت های در واقع مستمرتر شروع شده برای احقاق این حق. حالا در مورد ایران اگه بخوایم حرف بزنیم که اصلا یک بحث دیگری هستش، ولی به طور کلی اگر بخوایم نگاه کنیم در همین دنیای غرب هم که نگاه کنیم، همین در کانادایی که من نشستم، هنوز ما مسئله حقوق نابرابر زنان نه در حتی کارهای معمولی، در کارهای حرفه‌ای رو خوده. یک مهندس زن، یک دکتر زن، یک مدیر زن، به خصوص در رشته های مدیریتی به مراتب کمتر از یک مرد در سطح کاری و علمی خودش دستمزد میگیره. خب اینها چالش هایی هستش که روزمره ما داریم باهاش سر و کله میزنیم، و اگر که یک نسخه وجود داشت و فردا همه این مشکلات رو حل کنیم خب خیلی خوب بود، ولی همچین چیزی وجود نداره. برای همین هم هست که مسئله حقوق زنان و مبارزه روزمره، و واقعا میگم روزمره، هر کدوم ما، تک تک ما در هر پوزیشن و شغلی که هستیم، این رو باید همیشه مد نظر داشته باشیم که اگر دو نفر رو داریم برای اینکه استخدام بکنیم و یکیشون زن هست یکیشون مرد هست و دوتاشون در یک کیفیت واحد هستن، این حق رو به زن بدید که امتحان کنه، وارد بشه، جای رشد پیدا کنه. این تا در واقع از طرف دولت ها، سرمایه دارا، سیستم قانونگذاری حمایت نشه، شانس موفقیتش کم هستش. اونچه که ما میبینیم در جوامع غربی که خب در جامعه مثل ایران متاسفانه بسیار دور هستیم ازش، این هستش که با تلاش در واقع زنانی که پیشرو حقوق زنان هستن، خب این مسئله داره روز به روز بیشتر بهش پرداخته میشه و جزء واجبات کاری و در واقع مدیریتی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و خصوصی قرار میگیره. بنابراین امیدوارم روزی برسه که همون جوری که در دوران کووید هر کدوم ما به عنوان یکی از افراد این جامعه نقش خودمون رو به خوبی داشتیم ایفا میکردیم برای اینکه این چرخه رو بشکنیم، شکستن چرخه خشونت علیه زنان هم به همت تک تک آدم انسان ها بستگی داره، چه زن چه مرد. همونطور که میدونید تم امسال سازمان ملل برای روز جهانی زن هست Invest in Women, Accelerate Progress، که ترجمه تحت لفظی من این هست که روی زنان سرمایه گذاری کنید تا پیشرفت رو در جامعه تسریع بدید. بدون شک یکی از راه های سرمایه گذاری بر روی زنان آموزش هست، چون وقتی زنان آموزش میبینن خودشون برای برابری و دستیابی به اون تلاش میکنن، خودشون پیشگامان و مروجان پیشرفت در جامعه میشن. در مورد تأثیر آموزش و ابعاد دیگر این سرمایه گذاری که مد نظر سازمان ملل هست از شما بپرسم. خب من فکر میکنم آموزش پایه‌ای ترین در واقع اصل برابری هستش، دسترسی به آموزش برابر و در واقع امکان ادامه این آموزش. حالا اینو چرا میگم؟ به خاطر اینکه باز هم زنان به دلیل اون توانایی‌های فیزیکی که دارن در مورد باربری، که من همیشه به عنوان توانایی ازش یاد میکنم که نه محدودیت، میتونه این توانایی ها محدودیت براشون به وجود بیاره اگر که حمایت نشن. حالا یه مثال بزنیم، وقتی که راجع به تم امسال صحبت میکنیم که خب بسیار تم مهمی هست برای اینکه جنبه های مهمی از زندگی زنان رو در بر میگیره و مسئولیت داره ایجاد میکنه، Investing in Women یا سرمایه گذاری روی زنان، دیگه بار رو در واقع داره از روی دوش زنان برای اینکه خودشون رو دائما بخوان به جنگل به تنهایی برداشته، شاید این اولین بار باشه که این بار رو داره برمیداره از روی دوش زنان و میذاره روی دوش تک تک افراد جامعه که چطور باید سرمایه گذاری کرد. خب طبیعتا اولین سرمایه گذاری
آموزش هست. آموزش فقط مسئله آموزش و پرورش در سنین کودکی نیست. آموزش یک ادامه است، یک راهه، یک مسیره. مثلا زنی که به تونسته در یک در واقع حرفه‌ای متخصص باشه و وارد بازار کار شده، خب چطور میبینیم که مردان زودتر پله های ترقی رو در کار طی میکنن و بالاتر میرن؟ دلایل متفاوتی داره. باز برمیگرده به خیلی هاش برمیگرده خب به اون جنبه خشونت علیه زنان به صورت کلی، که خب محدودیت هایی که زنان در زندگی شخصی باهاش روبرو میشن و مجبور میشن که آرزوها و رویاهاشون رو در واقع هی کوچیک کنن، کوتاه کنن، به خاطر اینکه نمیتونن، بال و پر نمیده کسی بهشون، در واقع اعتماد به نفس ندارن. یعنی یه بخشی بعضی وقتا که با در واقع صاحب کاران یا شرکت ها مدیران صحبت میکنیم، چرا زنها رو در بخش مدیریتی بیشتر استخدام نمیکنیم؟ یا خب خودشون نمیخوان. این خودشون نمیخواد در واقع همون investing women هستش. این در واقع شونه خالی کردن از همون مسئولیت شکستن چرخه خشونت اپیدمی هستش. چرا یک زن، چرا مثلا اگر شما 50 تا کارمند زن دارید، یعنی هیچ کدومشون وقتی یک پوزیشن مدیریتی باز میشه نمیخوان برای این پوزیشن اقدام کنن؟ خب نه، برمیگرده به اینکه چرا نمیخوان. عدم اعتماد به نفس، ترس از شکست، ترس از قضاوت، فرهنگ غالب بر سیستم های مدیریتی، حالا در شغل های مختلف، مشاغل مختلف. چطور میشه این چرخه رو شکست؟ این چرخه رو فقط با حمایت، آموزش مستمر. آموزش فقط آموزش حرفه‌ای نیست، آموزش های شخصی مثل اعتماد به نفس، تصور شخصی زنها از اینکه چه جوری بتونن خودشون رو در واقع ارائه بدن در مشاغل تخصصی. در انگلیسی ما بهش میگیم کوچینگ. فقط این آموزش، آموزش فرمال و رسمی نیست. بسیاری از آموزش هایی که زنان نیاز دارن برای رشد، آموزش های غیر رسمی و غیر فرمال هستش، توانمندسازی هستش در واقع. و من فکر میکنم بخش دیگری از این سرمایه گذاری که باز مسئولیتش رو داره، این تم امسال میذاره روی دوش تک تک ما، اون دوره از زندگی زنان، بسیاری از زنان هست که باربری و فرزند آوری هستش در واقع، و اونها رو طبیعتاً از زندگی کاری بسیار این طبیعی هست که دور میکنه، کندتر میکنه رشدشون رو، بازدهیشون رو، و خب در مقطعی شاید بعد از در واقع محل کارشون یا کارشون مرخصی بگیرن. بعضی وقتا علیه زنان این مرخصی های طولانی یک ساله، یک سال و نیمه کار میکنه، برای اینکه وقتی اون زن برمیگرده سر کار، در واقع همکاران مردش پیشرفت کردن، اون دوباره باید از جایی که بوده یا حتی عقبتر شروع کنه. حالا برگردم به صحبت به دقیق شما، این هستش که چطور میشه اون سیستم های حمایتی و توانمندسازی رو پشت زنانی که بیشتر در دهه 30 تا 40 هستند، و دهه 30 تا 40 دقیقا دهه هست که مردان بسیار سریع رشد میکنن، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر شغلی. یک رشد تصاعدی میبینیم وقتی که نگاه میکنیم به نمودارها در زندگی مردان. یعنی در واقع یک مرد 45 ساله بار خودش رو به نوعی بسته از نظر اقتصادی و کاری و مالی، و دیگه بقیه شکوفاییه. در حالی که در مورد زنان در بسیاری از موارد از 45 سالگی تازه شروع میشه، به خاطر اینکه احتمالاً خب وضعیت خانواده مقداری چی میگن استیبل تر هستش، فرزندان به یه مرحله حالا 7 8 ساله 10 ساله رسیدن، و این زن دوباره میتونه با انرژی برگرده به کار. این جبران به دوش کارفرما، مدیران، سیستم آموزشی، سیستم های دولتی، سیستم های حمایتی باید باشه، و دوباره این تک تک آدم هایی که در واقع در اجتماع زندگی میکنن، نه با چشم قضاوت بلکه با چشم حمایتگر، باید سرمایه گذاری بتونن بکنن روی این زن که دوباره بتونه از توانمندی های خودش
در حد اکثر استفاده کنه. و این فقط برای اون زن نیست. ما همیشه میگیم ریپل افکت به انگلیسی، در واقع اون موجی که موفقیت یک زن ایجاد میکنه در خانواده، در اقتصاد یک کشور، در اجتماع. مادر توانمندتری هستش برای بزرگ کردن فرزندانش و موفقیت یک زن در واقع اون سنگی نیست که توی آب انداخته میشه، اون موجی هست که اطرافش ایجاد میشه که بسیار میتونه قوی باشه و فراگیر باشه و در واقع سودش به همه برسه. شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که روایت ما زنان یکی هست و اتفاقا داستان ما یکیست، عنوان کمپینی است که همونطور که شما مطمئنا در جریان هستید جامعه باهایی در آغاز ماه جون گذشته برپا کرد به یاد 10 زن باهایی که در شیراز در یک شب اعدام شدند. در رابطه با آموزش و این 10 زن ایرانی، بود اخلاقی آموزش برای من خیلی برجسته میشه. در حقیقت راستگویی این زنان که حاضر نشدن برای حتی نجات جان خودشون دروغ بگن و باورهای قلبیشون رو کتمان بکنن، چون بدون این بود اخلاقی آموزش به نظرم حتی اگر قوانین تغییر کنند افکار انسانها لزوماً تغییر نمی کنند، یا ما لزوماً انسانهای مهربانتر یا صادقتر یا نودوستر نخواهیم شد، یا حس مسئولیت پذیریمون همطور که شما اشاره کردید بیشتر نمیشه. نظر شما در این مورد چی هست؟ ببینید، من فکر میکنم که شما کاملا همه فرمایشاتی که فرمودید کاملا درست است، به خاطر اینکه درسته ما در مورد ایران اگر حرف بزنیم، خب مسئله عمده ما الان مسئله قانونی و اون سیستماتیک بودن خشونت هست، ولی اون رو بذاریم کنار و بخوایم کلی تر به بحث اخلاق بپردازیم، من فکر میکنم که به خصوص جامعه بهایی نقش بسیار مهمی داشته در مورد به خصوص برابری زنان. خب جا داره یاد کنیم از خانم طاهره قرة‌العین که شاید در تاریخ معاصر ما اولین زن شجاعی هست که به کنترل بدن و پوشش نگفته و خب جانش رو در واقع مایه گذاشته و آزادیش رو. و من با دوستان باهایی که صحبت میکردم، یکی از آموزه هایی که من نشنیده بودم رو تا حالا که گفتن ما باور داریم که زن و مرد دو تا بال پرنده هستن و هیچ پرندهی با یک بال نمیتونه پرواز کنه و این همیشه توی خاطر من موند، به خاطر اینکه دقیقا اون حس اون بینش آموزشی در واقع و اخلاقی ماجرای خشونت علیه زنان در واقع در همین هست که یک بال تونسته بیشتر پرورش پیدا کنه و یک بال به خاطر مسائل همون مسئله تاریخی که داشت اشاره کردیم کمتر پرورش پیدا کرده. ولی الان برای اینکه بتونیم یک جامعه سالم تر داشته باشیم، این دوتا بال همزمان باید کار کنن و همسان باید توانا باشن، حالا هر کدوم در اون بخشی که در حال توانایی هاشون رو دوست دارن پرورش بدن، و این از زنان دریغ شده. ولی اون چه که مهم هست همون بار اخلاقی ماجرا هستش و اون نگاه کردن به دو بال پرنده در واقع. و من فکر میکنم که صداقت در واقع اون چیزی که شما مطرح کردین از خود ما از توی خونه ها شروع میشه، از همون چهار دیواری که در واقع شد مأمن امنی برای کسانی که میخواستن خشونت رو علیه زنان پیاده کنن. از همون خونه شروع میشه که من به عنوان مادر اگر که فرزند پسر و دختر دارم، اول از همه به خودم و درون خودم مراجعه کنم و ببینم آیا دارم با دوتاشون یکسان رفتار میکنم، آیا دارم تعادل رو و برابری رو در همین خونه رعایت میکنم، یا به دخترم یک پیام رو میدم، به پسرم یک پیام دیگر رو میدم. من در نقش مادر زن، مادر شوهر، در نقش خواهر، در نقش فرزند با پدرم آیا یکسان برخورد میکنم، با مادرم یکسان برخورد میکنم، با عروسم یکسان برخورد میکنم،
یا با دخترم یکسان برخورد میکنم و در نقش مرد من چجور دارم رفتار میکنم با همسرم، با مادرم، با دخترم و در خارج از خونه با کارمندام. در واقع اگر زن هستن یا مرد هستن، آیا بهشون یک شانس رو میدم، یک جور شانس میدم یا نه؟ یعنی این نگاه های قضاوت من نفهم کنم ما رو میرسونه به همون صحبتی که شما فرمودید، که با خودمون صادق باشیم، ببینیم کجا خودمون نقش داریم در این زنجیره، و اون وقت چجوری میتونیم با آموزش و ایجاد حمایت برای خودمون و دیگران در واقع این زنجیره رو، این در واقع چرخه رو، این چرخه باطل رو ما نقش داشته باشیم در شکستنش. پرسش پایانی من نه تنها در آستانه روز جهانی زن، بلکه در آستانه سال نو و نوروز. همونطور که میدونید سال بسیار سختی رو هموطنان عزیزمون در ایران داشتند از خیلی جهات، باید بگیم. با این وجود امید شما به آینده چی هست؟ من هم میخوام همون صدای شما رو در واقع اکو کنم و بگم واقعا سر تعظیم بود بیارم به تک تک هموطنانمون در ایران، زنان به خصوص که و جوانانی که زندگیشون رو از دست دادن، آزادیشون رو از دست دادن، چشمشون رو از دست دادن، فرزندشون رو از دست دادن و واقعا توان ادای احترام به صورت سمبولیک رو واقعا حتی ندارم در مقابل شجاعت و از خودگذشتگی که تک تک ایرانیان از خودشون نشون دادن. ولی من یک امید دارم و به خصوص از پارسال این امید در من به صورت عجیبی شکل گرفتش. این نسل جوان به خصوص زنان ایران، زنانی که بیش از یک قرن هست و به خصوص در 44 سال گذشته حتی یک روز عقب نشستن و پا عقب نکشیدن، مبارزه مدنی رو یک زن ایرانی از لحظه‌ای که بیدار میشه از تو خونه شروع میکنه، در واقع هر روز به صورت روزمره، و شاید خودش هم ندونه که اسمش این مبارزه مدنی هست، مبارزه با سیستم زن ستیزی هستش که در کنه خونه های ما شروع میشه و به خیابون میرسه و نوع پوشش و چگونه راه رفتن، چگونه حرف زدن، و زن ایرانی عمیقا اون رو به چالش کشیده و صداش رو به دنیا رسونده و دنیا رو شوکه کرده. در واقع من فکر میکنم که اگر جامعه چنین زنانی داره، اگر جامعه تونسته یک در واقع جنبش اجتماعی فراگیری داشته باشه در بطن خودش که نه فقط فعالین اجتماعی و سیاسی که خب طبیعتا هزینه دارن میپردازن، در زندان ها هستن، جونشون رو از دست میدن، ولی مردم عادی، بخشی از این جامعه مدنی متمدن، پیشرو، آگاه، خلاق و منعطف، اونجایی که میفهمه باید انعطاف نشون بده، از خودش انعطاف نشون میده و یک شکل دیگری از مبارزه رو شروع میکنه. مبارزش میتونه فقط رقصیدن توی خیابون باشه. من فکر میکنم اگر جامعه به این نقطه رسیده که جامعه مدنیش زنانش پیشرو باشن و جوانانش این چنین نه تنها فداکار باشن بلکه آفریننده و خلاق باشن، من فکر میکنم آینده بسیار درخشانی رو در انتظار داره. کی، چگونه؟ من فکر میکنم ما هیچ کدوم متاسفانه نمیتونیم اون رو پیش بینی کنیم، ولی طبیعتا چیزی که به ما نشون داده شده از سال گذشته اینه که این جامعه آماده هست برای یک زایش و فقط باید اون نقطه عطف اتفاق بیفته که خودش رو دوباره باز تعریف کنه. بی نهایت سپاسگزارم از شما خانم لیلی پورزند از اینکه وقتتون رو به ما دادید، از صحبت‌های بسیار ارزنده و تأمل برانگیزی که با ما سهیم شدید. روز جهانی زن و پیشاپیش سال نو خورشیدی رو به شما تبریک میگم و براتون موفقیت‌های روزافزونی آرزو دارم. خیلی ممنون از دعوتتون و من هم روز زن رو به شما و همه زنان ایرانی تبریک میگم و سال نو رو پیشاپیش به همه هموطنان. پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زن است، سکوت من به پای تو
نشانه بغض و اعتراضم است. به هر رهی در این جهان یه مادر صبور و دل شکسته به زیر پای خشم تو اسیر افترا و پا بسته. شکایتم از این زمان نبرد نابرابر شکفتن بود، تو رفتی و من مانده ام، تلاش و خواستن من از تو کم نبود. سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگی، مرا ببین من یک زنم، همان که وارث درد بی کسی. جنگ و ویرانی، اسیر و قربانی، طلای دار دردم این گناه و حق من نیست. به لب رسید جانم، منی که در فغانم، پر از صدای رنج و بغض خستگیست. پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زنست. سکوت من پای تو نشانه بغض و اعتراضم است، نشانه